مهمان امروز من یکی از اعضای کنگره کردهای مقیم امریکاست. او سال هاست که علاوه بر مبارزات سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی جنبش های مدنی در ایران را به عنوان یک روان درمانگر بررسی کرده است. در این گفتگوی ویژه با من و آزاد مرادیان همراه باشید. مرادیان سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو پذیرفتید درباره پیشینه خودتون و فعالیت های سیاسیتون برامون بگید خانم منصوری با سپاس از شما و تلویزیون ایران اینترنشنال من از در سقز همین جایی که جنبش ژینا از اون اومدن به دنیا اومدن و در ارزه این سالهایی که زندگی کردم از قبل از انقلاب شروع کردم به مبارزه کردن حالا اسمش رو بذاریم مبارزه کردن ولی بخشی از اون زندگی مردم در کردستان بوده خب هم سالها با موضوع مسئله زبان و آموزش زبان مادری مواجه بودم و همیشه هم این بس مطرح بوده که خیلی از ماها موقعی که زبان اصلی و زبانی که با اون صحبت می کردیم زبان کردی بود و موقعی که یادم اولین روزی که وارد دبستان شدم شاید چیزی رو نمی‌فهمیدم از این کتابی که باید تدریس می‌کردن یعنی ما اونجا خیلی از دوستانی که زبان اصلی زبان فارسی بود اونا می‌رفتن که علم رو یاد بگیرن ولی ما می‌رفتیم که هنوز زبان رو یاد بگیریم مدد یه خانواده ای بودم که بیشتر افراد به یه صورتی با مسائل سیاسی مواجه بودن این داییام که قبل از انقلاب تبعید بودن زندانی شدن و متاسفانه دو نفر از اونها همون روزهای اول انقلاب شهید شدن یکی از دایی هم که توی کار مسائل روانشناسی و مشاوره بود ایشون دا استاد عالی بودن یکی از اون افرادی بودن که همون روزهای اول انقلاب کشته شدم. بعدا دایی دیگه افراد زیادی توی خانواده من کشته شدن و این رو شاید به عنوان موضوع فردی نمی بینم خیلی از دوستانی که من میشناسم یا خانواده که من میشناسم همه به یه صورتی فردی از افراد خانواده رو از دست دادن منم مثل خیلی دیگه بعد از انقلاب بارها زندانی شدم و قطعا شکنجم بخشی از اون چیزی هست که برای همه ما وجود داشته از دانشگاه اخراج شدم و بعدها به از طریق دانشگاه آزاد من روانشناسی رو شروع کردم و خب سی و سال هستش که روانشناسی رو حال ادامه دادم شرایط زندگی طوری بود که در ایران و در کردستان نمیشد زندگی کرد و به خاطر مسائل سیاسی و عرض کردم پیشینه خانوادگی که بود من مدت در تهران و کرج و بعدها فرصت پیش اومد که مجبور شدم در اون موقع دوران اتحاد شوروی بود در اتحاد شوروی زندگی کنم دورانی به ایران دوباره برگشتم ادامه مبارزه و فعالیت سیاسی و بعدها دوباره به همون مناطق در آذربایجان جمهوری آذربایجان و از طریق اونجا به دانمارک و در اروپا مدتی زندگی کردم حدود 20 سالم هستش که در امریکا هستم همین روزایی که الان ما هستیم سالگرد حلبچه است در سالگرد حلبچه گروهی از این الیت های کرد در امریکا یه گروهی رو بنیان کردن به عنوان کنگره ملی کردها در امریکا که بیشتر کار اون کنگره این بود که بتونه حال از این جنوسایت کردها جلوگیری کنه و بتونه حداقل حرکتی رو در جهت پاسخگویی به سوال کردها در منطقه داشته باشه از حیث روانشناسی اجتماعی چه ویژگی هایی است که جنبش کردستان رو جنبش مدنی کردستان رو در واقع از مبارزات سایر مردم ایران در دیگر نقاط متمایز میکنه ما یه با یه انباشت خواستان مواجه هستیم یعنی اون نارضایتی های تاریخی که در مربوط به فقط دوره جمهوری اسلامی نیست شاید برمیگرده به حدود 100 سال پیش و این انباشتگی خواستا و نیازهایی که مردم اون مناطق دارن به هاشیر رانده شده هایی که چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی یه فضای خاصی رو در اون منطقه به وجود آورده که اون منطقه رو همون سوالی که شما مطرح کردید غیر از اینکه تونسته متفاوت کنه یه همبستگی هم بین مردم اون منطقه به وجود آورده یعنی این انباشت خواستا نظر اقتصادی به مفهومی نیست که یک گروه خاصی در کردستان واقعا در مرحله قرار دارن که میشه با بقیه مناطق ایران اونها رو مقایسه کرد یعنی اگه درد مشترک رو ما بخوایم به عنوان یه موضوع همبستگی مطرح کنیم در اون مناطق وجود داره از سال 1944 میلادی شاید در دوران جنگ جهانی دوم به صورت خیلی متمرکزی اصاب سیاسی به وجود اومدن مبارزات سیاسی کورت خیلی به قبل از اون تاریخ برمیگرده حداقل در منطقه مثل ترکیه برمیگرده به سال 1915 ولی به صورت حزب سیاسی به صورت گروه سیاسی ولی این مبارزات من شاید اگه بخوام قدمت تاریخی این رو اسم ببرم به دورانی برمیگردی که حالا ارتش صفویه به هر دلیل مناطق زیادی از کردستان رو بخش زیادی از کردها رو کوچ داد بخشی هم در جنگ با دولت عثمانی این مناطق رو از دست داد و خود این بحث جنبش یا بسیج مردمی یا بسیج سیاسی مردمی در مناطق کردنشین خیلی بیشتر از مناطق دیگه است چقدر خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با توجه به مختصات جنبش مدنی کردستان که شما اشاره کردید میتونه ارتباط داشته باشه به زیربنای این جنبش در کردستان به خاطر اینکه خب یک سری انتقاداتی هم وجود داره از برخی از گروه‌های سیاسی مبنی بر اینکه جنبش مح... محصا، یک جنبش ملی است که به همه آهاد ملت ایران معطوف میشه و نباید به یک منطقه و استان خاص اون رو ارتباط داد اساسا خود کلمه و واژه ژن آزادی و یا زن زندگی آزادی کاملا مفهوم مشخصی هستش از یه منطقه ای اومده حالا اینکه این این انعکاس و پژواک اون بحث یا اون شعار رو ما در مناطق دیگه ایران میبینیم کاملا طبیعی هستش و کاملا میشه قبول کرد ولی اینکه این شعار رو با توجه به پتانسیل هایی که این شعار داره به عنوان یه بحث ملی به اون نگاه کنیم به نظر من اینم بیانصافی هستش یعنی اینکه ما در نظر بگیریم توانمندی های همه این پتانسیل بحث زن و بحث زندگی و بحث آزادی در مباحث دیگه‌ای که دوستان یا بقیه افراد که به نظر من بحثا سیاسی هستش مطرح میکردن. این موضوع اون خصوصیات اصلی رو که جنبش زن زندگی آزادی در بد و شروع خودش با خودش همراه کرده بود رو در بر نمیگیره. یعنی ما باید در نظر داشته باشیم که ظهور این انقلاب قبل از هر چیز با یه، برابری جنسیتی مواجه هستش این برابری جنسیتی یک اصل اساسی و بنیادی این جنبش بود قطعا هیچ کسی منکر این نیستش که مبارزات زنان در ایران از همون روزهای بعد از انقلاب شاپیروزی انقلاب اسلامی در ایران وجود داشته و قطعا این دو جنبش از همدیگه درس گرفتن من خودم یادم هستش که بخشی از اون پروژه یک میلیون امضا بودم و سالها در دوران قبل از جنبش سبز هم ولی اینکه جنبش مبارزت کردستان فراتر از این امضا برای حتی مبارزه با, با, هجاب بود و خارج از این بود که مبارزه رو در یک سطحی برای فقط اینکه ما آزادی های اولیه خودمون رو تضمین کنیم در تقابل این مبارزات برای آزادی و برای عدالت و برای شاید یه زندگی بهتر رو ما این رو از جنبش کردستان سال داریم میبینیم اولین گروه هایی که تونستن زنان رو وارد مبارزه کنن حضاب سیاسی کرد بودن من عرض کردم این که الان این شعار تونسته به بخشی از مبارزات ملی ایران تبدیل بشه باید کاملا خوشحال بود از این موضوع ولی تفاوتی هم به نظر من نمی اگه جنبش ملی ایران قبول کنه که این شعار میتونه پویایی و پویای جنبش رو در یه سطح دیگه قرار بده باید این رو به جای خوشحالی دونست و از اونام استقبال کرد به نظر شما چرا حاکمیت قوای بیشتری رو خرج میکنه برای سرکوب های تحت ستم مشخصا در های مثل کردستان و سیستان و بلوچستان سالهاست که نیرویی که در مرکز قرار گرفته قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی رو حاضر نبوده با این مناطقی که مناطق هاشیه ای محسوب میشن از نظر مرکز اینا تقسیم کنن و خب این تنواهای فرهنگی و تنواهای سیاسی و اجتماعی در عین حال که میتونه یه پتانسیلی باشه یا یه فرصت هایی باشه برای دولت هایی که این مناطق رو میبینند ولی خب متاسفانه دولت هایی که در ایران حاکم شدن همه اینها این رو به عنوان یه خطر و یه مشکلی برای امنیت ملی کشور نگاه می کردن. ولی متاسفانه این موضوع به جای رسیده که الان ما با یه حجم وسیع از نارضایتی در میان اقوام و اتنیک های ایران مواجه هستیم و خود شما قطعا در این جنبش و مبارزه ای که تحت عنوان جنبش ژینا مطرح شد مناطقی مثل کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر از مناطق دیگه به این جنبش پیوستن بخشی از اون برمیگرده به همین نارضایتی های تاریخی و انباشت خواستایی که در عرض 100 سال گذشته بر اون منطقه وجود داشته بخشی از اونم برمیگرده به ملاحظات جیوپولیتیکی اون مناطق شما در از بد انقلاب اسلامی اگه نگاه کنید ما دو لایه امنیتی رو در منطقه کردنشین داشتیم یه لایه امنیتی که اساسا کردستان رو جدا می کرده از ایران پایگاه های وسیع رو برای مبارزه با اینا از پایگاه همزه سید شهدا گرفته توی توی یا ارومیه و همینطور همین همه مناطقی که شما نگاه میکنیم مثلا لشکر 28 کردستان رو حجم اون نیرو در حد لشکر و در همه شهرها مثل الان در شهری مثل سقز با یه جمعیت 250 تا 300 هزار نفری ما یه تیپ بزرگ ارتش رو در داخل شهر داریم غیر از این نیروهای سپاه پاسداران هستند و گروههایی که مرتبط با نیروهای نظامی و انتظامی کردستان جمهوری اسلامی در کردستان هستند این نگاه امنیتی در یه لایه برای همه مذهب کردنشین بوده و یه لایه امنیتی هم که لایه امنیتی مذهبی هستش یعنی اختلاف مذهب و اگه نگاه کنیم بخش وسیعی از کردها حالا چه اسمان چه رسما به عنوان سنی مطرح هستند و این لایه سنی را ما در مناطق ترکمن صحرا و در مناطق سیستان و بلوچستان میبینیم این موضوع رو حالا در جایی مثل تهران شما نگاه کنید هر جا گروه های حتی اتنیکی و گروه های مذهبی تونستن در یک همیتی رو برای خودشون درست کنه یه گروهی رو درست کنن به نظر من در کمتر در خطر نبودن شما دراویش گنابادی رو میتونید نگاه کنید بهاییا در ایران سال‌هاست مرده تزیقات حقوق بشری و حقوق انسانی خودشون قرار میگیرند یعنی هر جایی جمهوری اسلامی احساس خطر کنه اون منطقه رو اصلا عنوان یه منطقه امنیتی نگاه میکنه هم نگرانی امنیت ملی برای ایران مطرح هستش مسائل معاهدات بین داره وارد بازی موضوع میشه نارضایتی های تاریخی و هویت های اتنیکی میشه بخشی از اون باشه که نگاه جمهوری اسلامی متفاوت هستش با مناطق خب شما سال هاست که روان درمانگر هستید و به دانش در واقع روانشناسی جامعه شناختی هم واقف هستید از لحاظ روانشناسی وضعیت امروز جنبش مدنی مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ واقعیت موضوع این هسته که ما با یه نارضایتی اجتماعی و سیاسی وسیعی در ایران مواجه هستیم یادم نگاه هایی که یا اون تحلیل های تئوریکی که سالها پیش تحت تاثیر نگاه مارکسیستی با موضوع انقلاب مطرح بود میشه یه پنج مرحله رو می اومدن نگاه میکردن به اون که آره این بخش نارضایتی های سیاسی و اجتماعی اولین شاید موضوعی هست که باید به با اون نگاه کرد که خود این میتونه یه بستری باشه برای تحول ولی در یه بخشی از اون نگاه بین میکردن که خب حاکمیت هم باید در یه شرایطی قرار گرفته باشه که اون حاکمیت توان مبار... سرکوب این مبارزات رو از دست داده باشه یا بخش دیگه از این بود که اختلافات در بالای حکومت به جای رسیده که نمیتونن دیگه مثل سابق این مبارزات رو سرکوب کنن بحث مشروعیت سیستم یا مشروعیت نظام هم همیشه مطرح بوده و الان ما به خوبی میبینیم که واقعا جمهوری اسلامی در واقع هیچ نوع از خصوصیاتی که ما به عنوان شرعیت سیاسی و اجتماعی به اون قدرت حاکم بدیم رو دیگه در اون تحلیل های تئوریک انقلاب نداریم یعنی در واقع جمهوری اسلامی هیچ نوع شریعتی رو نداره و خب این حتی بحث انتخابات که مطرح شد ما میبینیم علا رغم همه این مهندسی انتخابات خود اینا اعلام کردن که 40 درصد ایرانیان در این انتخابات شرکت کردن خود این مشروعیت سیاسی این نظام رو واقعا زیر سوال برده و خب در مناطقی هم هستند که اصلا حضور مردم در انتخابات واقعا یه حضور یعنی از نظر عدم حضور خیلی چشمگیر بوده من باید به این موضوع اشاره کنم همین بحثی که در مورد کردستان و سیستان و بلوچستان بود وجود نیروهای نظامی که مربوط به خود جمهوری اسلامی هست در اون مناطق بخشی از اون رعی هایی هست که باید به اون توجه کنیم یعنی در جایی مثل کردستان بیشتر منطقی اطراف سقس که من نگاه میکنم نزدیک به سی تا 70000 هزار نفر این آمارها خیلی مشخص است کسایی که رأی دادن افرادی بودن که جز نیروهای نظامی هستن در اون مناطق خب این بحث مشروعیت سیاسی که عملا جمهوری اسلامی از دست داده این ده ده موضوعی هست که در اون بحث انقلاب و شرایط انقلابی میشه به اون نگاه کرد چیزی که الان ما در این جنبش میبینیم قطعا نارضایتی های اجتماعی و سیاسی وجود داره بحث این که این نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به یه هویت جمعی و همبستگی تبدیل بشه رو ما در مناطق مختلف ایران داریم بحث این که تا چه اندازه میشه کنشگری و حرکت مردم رو به سمت یک حرکت بالاتری بسیج کرد این یه بحث اجتماعی و یه اجتماعی و رامشناسی سیاسی است که به نظر من خود این الان یه خلایی برای این بحث وجود داره که این رو باید به یه مرحله قرار داد و این رو تدوین کرد که چجوری میشه از این نارضایتی اجتماعی از این همبستگی از این هویت خواهی برای یه ایجاد حرکت ایجاد کرد بحث سرکوب ها و خود بحث سرکوب و مقاومت در بحث روانشناسی سیاسی و اجتماعی مطرح هستش یعنی این مثل یه تیغ دو سری میمونه که میتونه برای حاکمیت ایجاد مشکل کنه در عین این, این که دارن سرکوب میکنن ولی مقاومت مردم رو ما میبینیم که هنوز وجود داره شکل مقاومت در یه موضوع دیگه قرار گرفته یعنی خود سرکوب در عین اینکه شرعیت سیاسی و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره در عین حال هم مقاومت مردم در یک مقطع دیگه قرار میگیره در یک شکل دیگه قرار میگیره ما الان در یک مقطعی قرار گرفتیم جمهوری اسلامی همه توان خودشو برای سرکوب قرار داده ولی مقاومت هنوز در مناطق مختلفی وجود داره همین بحث نوروز رو که من مطرح کردم بخشی از این مقاومت هستش چون همه المنت ها و همه معلفه های مقاومت رو داره چه حضور زنان چه حضور زنان بدون رعایت اون چیزی که جمهوری اسلامی برپایه و اساس اون قرار گرفته یعنی هجاب اسلامی موسیقی و شادی مردم و اتحادی که بین مردم هستش خود این یکی از اون شیوه های مبارزه و مقاومت مردم برای سرکوب هستش به نظر من شرایطی که الان در ایران ما در اون قرار گرفتیم آماده شدن مردم برای حرکت بعدی هستش و خب این لزوم یک رهبری و لزوم یک سازماندهی رو میطلبه و اون هم شاید بحثی باشه که در بحث روانشناسی انقلاب میشه به اون پرداخت این بحث رو داریم که موقعی که یه جنبش در یه میشه اینو تدویق داد با مسائل جنبش و در مسائل فردی این موضوع رو داریم که موقعی که فرد با یه حادثه یه ناگواری مواجه میشه فردی از بستگان فوت میکنه یا اون فرد با یه حادثه مواجه میشه که بخشی از اون توانایی خودشو از دست میده همیشه ما با پنج مرحله مواجه هستیم اصطلاحا بهش میگن کوپلرز 5 استیج اف گریف این پنج مرحله ازاداری رو من خیلی مواقع سال هست که روی اون کار کردم که ما در چه مرحله قرار گرفتیم از این جنبش یعنی ما موقعی که جنبش سرکوب میشه اولی مرحله انکار هستش یعنی خیلی از این شاید افرادی که در اون جنبش بودن واقعا نمیخوان قبول کنن که اون جنبش در یه مرحله دیگه قرار گرفته که اون جنبش دیگه دیگه نمیشه ف... تصور اینو کرد که این جنبش میره به یه مرحله دیگه ای یعنی مرحله انکار مرحله دومی که ما با اون مواجه هستیم مرحله خشم هستش که همیشه در اگه به عنوان مسائل فردی نگاه کنیم مگه فردی از افراد خانواده ما زندگیش رو از دست میده اولین کاری که به نظر ما پیش میاد ما این خشم و انگر رو نسبت به خودمون داریم که این تقصیر من بوده من باید کار بیشتری رو میکردم باید کار بهتری رو انجام میدادم بعد از اون می میرسیم به اطرافیان که نه اون کسی که فوت کرده تقصیر خواهرم بوده نمیدونم تقصیر فک و فامیل بوده حتی میرسه به مرحله ای که خود اون فردی که فوت کرده ما زیر سوال قرار میدیم که باید به خودش میرسیده باید به دکتر مراجعه میکرده من چند دفعه بهش گفتم که باید به دکتر مراجعه کنیم بعد از اون مرحله که ما وارد دپرشن میشیم یعنی وارد افسردگی میشیم و این دوره افسردگی میتونه طولانی باشه مرحله علاقه اصطلاح فارسی شو بگیم چونه زنی میریم به یه مرحله ای که هم با خودمون هم با خدا و هم با بر حال نیروهایی که قدرت بیشتری داریم وارد مذاکره میشیم که بتونیم از اون مرحله دپرشن بیایم بیرون سال هاست که روی این موضوع کار کردم که چجوری موضوع وضعیت جنبش مدنی و مبارزت سیاسی در ایران رو با این تئوری میشه تدبیق داد شرایط که ما با اون مواجه هستیم همین اختلافاتی که بین افرادی که به هر چه سلبریتی ها و چه افرادی که سابقه مبارزه داشتن بخشی از همین روی این نگرش نسبت به انکار و نسبت به بحث خشم و عصبیت نسبت به ادامه جنبش هستش خب چطور میشه عبور کرد از این مرحله که الان درش هستیم؟ ما باید این آسیب شناسی مبارزه و آسیب شناسی انقلاب رو بشناسیم با شناخت اون آسیب شناسی یا یعنی با شناخت اون جنبش میشه اون موقع جنبش رو وارد مرحله دیگه ای کرد که اون فرد از اون مرحله افسردگی بیاد بیرون مرحله چانه زنی هم هست که در مرحله چانه زنی کاری که الان مسیح نژاد یا افراد دیگه دارن انجام میدن یا افراد سیاسی کرد دارن انجام میدن همون مرحله چانه زنی هستش چون در داخل ایران کاری رو نمیتونن انجام بدن وارد این مقیاس بین و مللی شدن که بتونن با کشورهای دیگه وارد مذاکره بشن که اونا به ایران فشار بیارن که ایران رو از این وضعیت اعدام های زیادی که هست اینا رو بتونن به مرحله دیگه برسونن این خود این موضوع هم الان بخشی از اون مبارزه هستش ولی اینکه ما شاید دنبال کاتالیزور هم هستیم خیلی مواقع هست مسائلی رو ما به واقع نمیتونیم همه این موضوع رو شاید براش برنامه زی کرده باشیم الان شرایط خاصی در منطقه است یعنی وضعیت جنگ بین حماس و اسرائیل رو ما به خوبی میبینیم وضعیت جنگ روسیه و اوکراین رو میبینیم همه اینا یک چالش های جدیدی رو میطلبه و یه چینش های جدیدی رو در سطح منطقه داره به وجود میاره و خب جنبش ایران هم باید بتونه این فرصت ها رو به دست بیاره این فرصت ها رو میشه توی همین موضوع شرایط مبارزه با این ده ده شرایط ازاداری جنبش یا یا سکون جنبش میشه با اون صحبت کرد سپاسگزارم برای این گفتگو خواهش میکنم